درود بر همه امروز میخوایم راجع به یه فیلم بازمانده از فیلم های امسال فیلم های مهم امسال اسکاری ها که اینجا مونده بود حرف بزن بابیلون اثر شزل فیلم ساز جوان امریکای سی و خورده ای ساله I think what we have here in Hollywood is high art. It's party این فیلم رو همه میشناسن همه یه فیلم بینا برای اینکه یه فیلم مهم داره به اسم وی پلش شلاق که اصلا فیلم بدی نیست گرایش فاشیستی تو فیلم هست ولی فیلم نجات پیدا میکنه رابطه بین یک معلم و شاگردش تو موسیقی از همونجا معلومه که فیلمساز به موسیقی علاقه دار به خصوص به موسیقی سیاه این مقدمه قبل از اینکه فیلم صحنه اصلی شروع بشه یه نمای کوتاه داریم خیلی هم کوتاه نیست که یه فیل رو دارن از یک سربالایی میبرن بالا این دوست مکزیکی ما و مربی فیل عظیم و جسته. دارن آمادش میکنن که بیارن توی این پارتی مثلا سینماییه که بر خواهد شد بر پا شده فیله تو این حرکت بالا آوردنش از سراشیبی مدفوع میکنه و تمام هیکل مربی رو در بر میگیره من فکر کنم بدونی که فیلم ساز بدونه درست فیلمش همینه عظیم مثل فیل پر سر و صداست حیاهو دیوان است پر هر جمرجه اما مدفوعه این تعریف اصلی بابیلون چی شده که شزل یه همچین آشخالی ساخته با این که بچه واسوادیه میگم بچه برای سی کسی خورده ای سالش پنج تا فیلم تو کار نامی گرفته عاشق سینمای سامت و معلومه که فیلم دیده خود همین بابیلون مزخرف نشون میده که این پشت سینمای سامتش محکمه عاشق فیلم وینگز از ویلیام برمن که فیلم بسیار خوبیه تو سامت ها این تحوی که ساخته از کجا آمده اسم فیلمم توضیح خواهم دادیم اسم فیلمم از بابیلون یعنی بابل اسم خیلی حماسی داره با سینما میخواد بابلون بسازه یعنی یک بابل دیگه که از اون بابل ساخته شده سینمایی هم خیلی خیلی عقب داره خب وارد این مراسم شنیع میشیم مراسمی که در یک زاران عظیم از یه پولدار تهیه کننده پا شده و زنان لخت به کامل و مردان بیش و کم شبیه اون و مواد مخدر و سکس سکس کردن در همون سحنه این این رو به ما ارائه میده تحملش واقعا با دور تندم سخته این بیستو خورده دقیقه اول فیلم داره با این مراسم چی کار میکنه و این آخر فیلم دوباره این مراسم به یاد اون مکسیکی میاد فاجعه است بعد از این تو این مراسم دو نفر معرفی میشن یکی براد پیت که یه بازیگر خیلی مثلا سرشناسه و یکی هم یه دختره که نلیه اسم دخترم یادم نیست چند تا فیلم بازیگره و با گرفته خیلی هم که هایپر اکتیو و خیلی هایپر اروتیکه این دوتا تو این مراسم معرفی میشن و مکزیکی دخترک رو میبینه هاج و واجه یعنی متحیر حیران مرعوب شده از مراسم به بعد خب ببینیم که دهه 20 سینمای سامت برای فیلمساز چجوریه جوریه. یه بیست سامت سیاه و سفیده هنوز نه رنگ داریم نه صدا فیلم ما از اول از ثانی اول تا آخر رنگی و صدا داره یعنی چی؟ یعنی حداقل وفاداری به تاریخ هم وجود نداره اما این ادعا رو داره شخصیت ها هم کلای شخصیت های فیلم های سامتن از براد پیت که در واقع نقش اوله تا دختره اینا رو با کاراکترها و بازیگران اون دوران داره نزدیک میکنه و کلاژ میکنه گیلبرت و فربنگس و داگلاس فربنگس و اینا رو برای براد پیت که چقدر بده تو این فیلم چقدر بازی بدی داره چقدر کاراکتر بدی داره صورتش هم دیگه اون طراوت قبل و نداره و تو کلوزا ها واقعا بده دخترم که عرض کردم چیست خب این کلاژ بودن خیلی پوست مدرنه خیلی افتخار تمام فیلم اینجوری کلاژه یعنی چی کلاژه ما از دهه 20 از اوایل 20 شروع میشه میاد تا سی که دیگه صدا میاد و بعدم آرام آرام رنگ در سینما داره میگه که با چه سختی ادعاش اینه با چه سختی این سینما در امریکا ساخته شد در چه شرایطی در شرایطی که مشروب قاچاقه در شایدی که مواد مخدر به شدت تو آمریکا رواج داره خب مشروب مواد مخدری که رواج داره داده وینگز بالها واقعا شرماوره یعنی این درسته که این اوضاعی اجتماعی امریکاست اما سینمای سامت این مزخرفه ابدا این نیست نه در آمریکا اینه نه هیچ کجای دنیا سینمای سامت اینقدر اینقدر شنیه داره دفاع میکنه ظاهرا اما داره حمله میکنه بدونی که بفهمه چیه داستان اسیر چی شده یک اسیر این شده که من رو دست همه راجب به سینما حرف بزنم در آمریکا که همه عاشق حرف در درباره سینما هستن تو سینمای آمریکا فیلم تارانتینو روزی روزگاری هالیوود که فیلم کچول و ناچیزیه ولی قابل تحمل خیلی از این سره فیلم مک فینچر قابل دفاع هستن ما خیلی این دوران رو تو دو اون فیلم درستر میبینیم داره یک دنیا دیوانه دیوانه برپا میکنه یک دنیای شلوغ بی و پیکر بی بوی از هنر این دنیا داره مثلا افول ظهور و سقوط ستارگان مهم اون دوران رو به تصویر میکشه و از پس این داره اوضاع سینمایی رو میگه سنایه اساسی عجیب کلاژی داره از جنگ بگیرید تا صنایع دیگه که با هم دیگه یه خانوم دستیار کارگردان که کارگردانی هم داره میکنه همه اینا با هم قاطی میشن دومی از چپ به راست از چپ به راست رو ریل حرکت میکنه از راست به چپ حرکت های دور مینم خودش فی نفسه اصلا بد نیست اما چی میسازه آشفتگی 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 مطلقا ما متوجه نمیشیم که برخلاف ادعاش با چه سختی این سینما برپا شده فکر کنیم عجب شیر تو شیریه خیلی معدمانه گفتم ها بهم نمیاد تمام فیلم اینجوری شیر تو شیره و کولاجیه و بیمانیه بلد نیست یه قصه کوچیک بگه نه قصه عبرت پیتو میگه نه قصه دختره رو میگه قصه نمیتونه بگه یه قصه عشقم لابلای اینا برپا میکنه بین این دختر تازه متولد شده در سینما و این مکزیکی متحیر حیونی ما که بعد این شخصت اصلی میشه یه عشق, عشق کوچولو به درد نخوره مفروضه رو هوا آخرشم هم ماشین پیاده میشه قرار ازدواج کار قیب میشه یعنی نمیدونه با این چی کار باید بکنه تو عشق قلابی سینما بدتر این فیلم به نظر من اسیر در رایی سحنه اسیر موسیقی و موسیقی فیلم خوبی داره اسیر لباس همه ایناست این به نظر من جلوی پای حرف فیلمساز جوان امریکایی این خطر که اصیل زرم با بشه و سینما امریکا در رأس این داستان و به دام این میفته و فیلم از بین میره و به نظر من یک نقطه تاریک بزرگ در کارنامه شده ارز کردم که مثلا داره سختی فیلم سازی رو میگه وسط کار در یکی از این پشت سحنه که از ساعت نه صبح شروع شده تا موقعی که آفتاب غروب کنه خب ما باید یه تایم نه صبح ده صبح که هم هی هم روی پرده میاد ببینیم و سختی ها رو ببینیم و این زمان از نه تا موقع غروب رو ببینیم چه میکنن چیش در نمیاد ناگهان دوربین خراب میشه این مکزیکی میره دنبال دوربین و پرش فرشته نجات میشه دوربین و بالاخره از شهر میگیرم ها آه آه, آه آه هیچی هیچی همه چیز عداست های جنگی عداست های میخارگی همه چیز عداست در و به نظر من متاسفانه اما خودش باور کرده که فیلم در ستایش سینما در سختی سینما و مرارت فیلمسازی و برپا شدن آواز در بارانه Sing in the Rain فیلم کمدی بسیار خوب که خیلی اواخر فیلم بهش استناد میکنه و موسیقیش پخش میکنه فیلم خیلی خوبیه هیچ ربطی به این فیلم نداره. با کلاژ این فیلم های سامت که آخر فیلم دیگه اساسی میاد داره میگه که مثلا زنده باد سینمای سامت اما اصلا بلد نیست اینو بگه و به عکسش تبدیل میشه در نتیجه یه فیلمی که خیلی البته وقتی که به برادپیت میگه که میخوام می یه چیزی بسازم سه ساعت و خورده گه رد بهش میگه خب چقدر شو میخوای خلاصه کنی؟ این شاهکاره این سریقه هچل هفه بلد چقد بیت چقدر چه میخوای کم کنی؟ میگه چی؟ تون میگیرمش همون کارو میکنه تون میگیره ولی کی؟ یه مینی قسم توش در نمیاد فیلم یک تباهی کامله برای طرفداران سینما و طرفداران بخصوص سینمای سامت که بیس سینماست نسش.